ادب و ارادت خدمت ساکنین کره زمین و فارسی زبانان در سراسر گیتی. نغمه بیداد تو در خیال در هوس خیال او همچو خیال گشته یازده اپریل 2021 منم که زندگی بر وقف مرادتون باشه و ایرانیانی که اسیر چنگال دشخیم وحشی ضحاک خامنه‌ای گرفتارن فراموش نکنید. دماوند رو به دوستان معرفی کنید، بخواین که سابسکرایب کنن و لایک فراموشتون نشه. با تشکر ویژه از همکارمون که از طریق راه دور میتونن ما را همراهی کنن. دیروز 10 اپریل 2021 مرکز سازی نتنز توسط اسرائیلیا دوباره در هم کوفته شد که این جنایات محکومه، ولی محکوم بیشترین محکومیت به خاطر جنایات خامنه‌ای بی وطن و بی دین جنایتکار ضحاک خونریزه. قبل از اینکه اوقاتمون رو تلخ کنیم میریم دوتا گزارش میشنم و در خدمت هستیم. ای شده سر حلقه ی رندان من سوی خودت خان مثل نایی مرا سوی خودت خان مثل نایی مرا جام توهی پر بکنه جان جان جان. میدونی الان کرونا تقریبا همه کشورها مرحله اول رو تموم کردن، مراحل دوم تزریق واکسن کرونا رو زدن، این جنایتکار هنوز برای مردم تقاضای خرید نکردن. باورتون میشه؟ یعنی بعد از نزدیک یک سال و 3-4 ماه هنوز این ملت رو در بند و براشون واکسن کرونا رو اوردر ندادن، تقاضای خرید نکردن، برای که خود اون گلزاداشون رفتن زدن. ملت به حال خودش داره از کشته پشته درست میشه. ما باید کاری بکنیم که این انتخابات امسال رو سر خامنه‌ای خراب بشه. واقعیتش این رژیم درب داغونش رو جارو بزنیم، آقا یه سیپون بزنیم بره. الان این هرچی هم میگه پایبندم نیست، میگه ما با امریکایا چیز نمیکنیم، مذاکره نمیکنیم. مذاکره چیه؟ داره دستپاشونو میلیسه، لیست میزنه، به غلط کردن مطلق افتاده که امریکا باش مذاکره بکنن، که داره هم میکنن. از اون ور میاد پیشنهاد نمیدونم فروش جنوب و خلیج فارس این چیارا به چینیا میده که هرگز اونا حاضر نیستن با همچین آخوند مفنگی درب داغونی وارد معامله بشن. از اون طرف یا آهنگ از داریوش بشن فکرم بهترین کلمات توی همین کام همگان تلخ و کام نه. این یکی از کارگردان تقاضام که آهنگ بعدی رو برام پخش بکنن تا خدمت رو عرض کنم که اسرائیل دیروز مرکز غنی‌سازی نتنز و برقش رو قطع کرد. یعنی خاچیز آقای این کیه کلیساز داشت چیز میکرد، تبرکلام کرد، برق از کار افتاد و واقعا یک توپوزی سنگینی اینا خوردن. ولی تو فکر مونه مثلا کم میاد آخوند شیاد کم میاره؟ الان اتفاقی که افتاد
یک سری سانتریفیوژهای جدید خریده بودن که صالحی و امنه همه جمع شده بودن با حسن روحانی کلیسا جشن بگیرن. ملت تو فقر و گشنگی و تکس میدن آقا مرغ کجا ارزون شده، تخم مرغ کجا آوردن. او میره جشن خرید سانتریفیوژ، یعنی ملت و واقعیتش به کجا داره میبره، فقط برای که به این زندگی نکبت بارش بشنویم. ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب، جهل و کفن فروشان، دیروز که می گفتید عربده می کشیدید بر سردر بناها، با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتون بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خود فروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است. تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است. تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است. اشاراتی به جنایت و آدمکشی‌های خامنه‌ای و داره دسته مافیای گوربه‌گوری و قرون وسطاییشه. ادامه برنامه رو همکارم براتون پخش میکنم. تشکر از همکارم که از راه دور میتونن اداره بکنن. تا لحظات دیگه برنامه‌ای که برای ما آماده شده پخش میکنیم بشنویم لطفاً. یه مقداری طبیعتاً همین مشکلات رو داریم تا رفع روجو بشه تحمل کنید لطفاً. هم ببینیم چه خبره. داریوش بشنگ مجددن. بس فتنه اون ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران باشد. همکارم تا لحظه دیگه برنامه رو پخش میکنه، تا لحظه دیگه رخصت بشنویم. روز شنبه 21 فروردین حسن روحانی به مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ای از راه اندازی خط تولید سانتریفیوژ های IR9 خبر داد. سانتریفیوژ های پیشرفته‌ای که گفته می شود با آنها جمهوری اسلامی می تواند غنی‌سازی اورانیوم را تسریع کند. این IR9 یک بیلوزه است. اینم IR9 سینگل بیلوزه. ما دیگه اینجوری باشی که بریم جلو. این یه بیلوزه بله. این یه میگم بدون بیلوزه ساب کریتیکاله. بله اسکی میذاریم، یعنی ساب کریتیکال، یعنی بیلوز نداره.
نه نه اس که میذاریم یعنی ساب کریت صالحی. واقعیت شما فکر میکنی که صالحی روحانی نه قالیباف لات الدنگ واقعا فکر کنی ایرانی ان اینا فکر کنی مسعسعی بهتر هیچی نگم فقط بشنن. در مراسم روز شنبه حسن روحانی همچنین از راه اندازی طرح‌های دیگری هم در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای خبر داد. حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا طراحی ساخت و بهره برداری از اورژانس پرتوی سوانه و سوختگی عراق رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله صلی علی محمد. خداوند بزرگ و با توسط اگر توی چندین ساله 42 ساله دیدین یک جا را اینا شروع کردن با آبادی من جایزه به تو میدم. اگر همچی چیزی آوردی که آقا این یک جا را دارن بیا برنامون به هم ریخت. اگر دیدیم که اینا شروع کردن یک جا را دارن آباد میکنن جایزه داریم. اینا فقط برای تخریب اومدن برای آبادانی نیست. اصلا آدم باورش نمیشه مگه میشه یک ملتی رو اینجوری به اسیر بگیری صبح تا شام تلاشت این باشه که فقط فکر دی باشه کجا بتونی چی درست کنی که بتونی تخریب خرابی جنایات آدم کشی فقط به وجود مگه یعنی چی واقعا تمام مدت اینه که چطوری بتونه اصله بفرسته بیم که همیشه هم به کشوری مسلمون یعنی اصلا این که جرأت بکنه مثلا طرف اسرائیل پیداش بشه همچی جرأتی رو نداره خب یعنی آنچنان تو پوزی بهش میزنه اسرائیلی که از خودش جنایتکار اونه دیگه جنایتکارتر از اونه اومده روز شنبه دوباره زد برق و همه چی قطع که حال جرأت داره جواب بده نمیتونه بشنویم زیاد صحبت سال ایراد بشنویم اینم آی آرنان سینگل بلوزه ما دیگه اینجوری بس یکی که بریم جلو این یه بلوزه بله این یه دون این یه میگم بدون بلوزه ساب کریتیکاله بله اس که میذاریم یعنی ساب کریتیکال یعنی بلوز نداره بله اس که میذاریم یعنی ساب کریتیکال یعنی پایین کریتیکال چیز نداره در مراسم روز شنبه حسن روحانی همچنین از راه اندازی طرح‌های دیگری هم در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای خبر داد. حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا طراحی ساخت و بهره برداری از اورژانس پرتوی سوانه و سوختگی عراق رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله. صلی علی محمد. خداوند بزرگ و با توسل به ارواح طیبه پیامبر و ائمه هدا علیهم السلام طراحی ساخت و راه اندازی فاز دوم واحدهای تولید صنعتی ترکیبات دوتره در مجتمع آب سنگین عراق رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله. صلی علی محمد و آل محمد. خب پس از اعلام راه اندازی سانتریفیوژ های پیشرفته در مجتمع غنی‌سازی نتنز ناگهان روز بعد خبر رسید که در این مجتمع حادثه ای رخ داده است. اولین خبرگزاری که این خبر را منتشر کرد خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران بود که در ساعت 8:27 دقیقه یک شنبه 22 فروردین از وقوع حادثه در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات نتنز خبر Welcome to the best restaurant in town Your kitchen Fruit and granola Ambrosia style Add fruit In with the granola And now it gets interesting. A deliciously creamy pour. To make an ordinary treat, extraordinary. از این اتفاقی که به وجود اومد. تا لحظاتی دیگه اگر اجازه بفرمایید چون اتفاق از راه دور دارد این اتفاقات میفته شما هم باید به بزرگی خود ببخشید. که الان تا لحظاتی دیگه برمیگن توضیح میدن که چه اتفاقی افتاد. دوباره من نمیفهمم اصلا این بسیجی های 0 کیلومتر جنایتکاری که اگه بدون پول واقعا بهشو اعتقاد دارن جوابی اینا رو چی میدن؟ آخه یعنی چی این همه اسرائیل توی سوریه زد درب داغون که با تیپ های انداختتون بیرون همون بسیجی حزب الله عقب افتادی بوگندو تر از خامنه ای ریختن تو بیرون تو عراق هم که اونجوری بلا سرت آوردن
تو یمن و همه جا اومده. محسن تو بشنوید. معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس از وقوع حادثه‌ای بامداد امروز یک شنبه در بخشی از شبکه برق تأسیسات غنی‌سازی شهید احمدی روشن نتنز خبر داد. به گزارش فارس، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته خوشبختانه این حادثه صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته است. کمالوندی افزوده علل حادثه در دست بررسی است و متعاقباً اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی در حالی وعده اعلام اطلاعات تکمیلی را در این باره می دهد که از تیر ماه سال گذشته که این مرکز دچار انفجار شد هنوز هیچ اطلاعات تکمیلی منتشر نشده است و احتمالاً سرنوشت این حادثه مشکوک هم مانند انفجار تیر ماه در این مرکز در حاله ای از ابهام باقی خواهد ماند. اما در همین مدت کوتاه از واکنش ها در شبکه های اجتماعی می توان تا حدودی به تصور عمومی درباره علت و چگونگی این حادثه پی برد. هواداران نظام و برنامه هسته‌ای با عصبانیت اسرائیل را باعث این حمله دانسته گفتند آنقدر در پاسخ به خرابکاری رژیم صهیونیستی در تأسیسات مونتاژ سانتریفیوژهای نتنز و اخراج جاسوسان آژانس تعلل نمودند که رژیم صهیونیستی با گستاخی تمام این بار شبکه برق تأسیسات هسته‌ای نتنز را هدف حملات خرابکارانه قرار داد. این هواداران رنجیده و خشمگین نمیتوانند دلیل این تعلل را درک کنند. وقتی رهبر جمهوری اسلامی به آنها وعده داده بود که دوران بزندر رو تمام شده است. بنده در سخنرانی اون چند سال پیش گفتم آقا جان دوران بزندر رو گذشته. بزنید میخورید. میدانند این رو. این رو میدونن. که اگر وارد درگیری و برخورد سخت و نظامی با باشن پاشون گیر میفته. بله به ما ضربه میزنن اما خودشون ممکنه چند برابر ضربه بخورن. ببین خب یه لومپن رهبر یک کشور اینجوری حرفی زنه، یه لومپن، یه لات علافه. فهمیدم. واضح است که حمله به تأسیسات برق سایت نتنز، آن هم در حالی که چند ساعت پیش این مرکز پس از حمله سال گذشته مجدداً راه اندازی و با سانتریفیوژهای پیشرفته تری تجهیز شده، حاوی چه پیامی میتواند باشد و این پیام در این نبرد هسته‌ای برای تندروهای نظام چقدر تحقیرآمیز جلوه میکند. به خصوص که چند روز قبل یک کشتی متعلق به جمهوری اسلامی توسط اسرائیل مورد حمله قرار گرفت. حالا بهروز کمالوندی خبر حمله به تأسیسات برق نتنز را در حالی اعلام می کند که ساعتی قبل گفته بود تا وقتی تحریم ها لغو نشود و راستی آزمایی انجام نگیرد ایران به نقض اتمی ادامه می دهد. اظهاراتی که بسیاری از مخالفان نظام درباره آن گفتند این تصمیم بیشک لبخند را بر لبان خلبانهای F-35 اسرائیلی می آورد. آنها به طعنه نوشتند از اطراف نتنز، فوردو، خجیر و باقی نقاط فرهنگی ولی امر مسلمین جهان فاصله بگیرید، چرا که اسرائیل و نتانیاهو اشتباه سال 2015 را تکرار نمی کنند. این دسته از ناظران اوضاع و احوال مذاکرات وین و فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی پیشبینی کردند که تصمیم جمهوری اسلامی مبنی بر نقض اتمی تکرار تاریخ مصر و عراق و مقدمه پایان ام‌القرای اسلامی است. به نظر می رسد بخشی از این پیشبینی ساعتی بعد محقق شده است، اما کسی نمی داند چگونه. آیا خلبانهای اسرائیلی با هواپیماهای F-35 خود را به نتنز رسانده اند یا جاسوسهای اسرائیلی در نتنز تأسیسات برق این مجتمع را از کار انداختند؟ و یا اصلاً واقعیت ماجرا از کار افتادن شبکه برق است یا خسارتها به بخشهای دیگری مربوط می شود که در خبررسانی اولیه پنهان شده است؟ ساعتی پیش از حادثه یا انفجار روز یک شنبه، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی از وسواس بسیار در حفظ زیرساخت‌های صنعت هسته‌ای گفته بود. زیرساخت‌ها و بنمایه‌های این صنعت ملی با وسواس بسیار حفظ شده و چنانچه مقامات و تصمیم سازان ارشد نظام امری را به مسئولان صنعت هزینگوی صالحی، صنعت ملی چیه؟
مثلا زیربنا ساختی، جاده ساختی، راه ساختی؟ کسی تفیز کنن در زمانی کوتاه هنگامی عظیم برپا خواهد شد. حالا اما خبرنگاران داخلی با انتشار عکس‌هایی از وضعیت فوق‌العاده در مجتمع هسته‌ای نتنز میگویند دوستان بفرمایند در سایت نتنز چه خبر است. معنی بعضی کلمات در بعضی مکان‌ها کاملاً متفاوت است، مثل حادثه، مثل نتنز. اهمیت کلماتی مثل حادثه و نتنز در کنار کلمات دیگری مانند وین، مذاکرات و برجام بیشتر آشکار می شود. این روزها مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی و ایالات متحده با حضور کشورهای عضو توافق هسته‌ای در وین جریان دارد. مقامات آمریکایی وعده‌هایی مبنی بر برداشتن برخی تحریم‌ها دادند و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه می‌گوید آمریکا برای بازگشت به برجام باید 1500 تحریم را لغو کند. در میان این تلاش‌ها و امیدها برای بازگشت به برجام، روز گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تعهداتش در برجام را نقض کرده است. آژانس در گزارش خود از کلمه تخلف استفاده نکرده، اما این گزارش ها را زمانی برای کشورهای عضو تهیه می کند که تخلفی مشاهده شده باشد. با این حال دو دیپلمات آگاه به رویترز گفتند آنچه در گزارش جدید آژانس به آن اشاره شده به منزله تخلف است. این تحولات تنها ساعاتی پس از پایان نشست کشورهای عضو برجام در وین رخ داد، نشستی که درباره نتایجش ارزیابی دقیقی وجود ندارد. اما روسیه از پیشرفت‌های اولیه خبر داده و چین هم از ادامه گفتگوها حمایت کرده. روز چهارشنبه گذشته یک شبکه تلویزیونی اسرائیل گزارش داد که یوسی کوهن رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل در چند روز آینده به آمریکا سفر خواهد کرد تا با مقام‌های ارشد کاخ سفید و جامعه اطلاعاتی این کشور دیدار کند. به گزارش رادیو فردا و به نقل از تایمز اسرائیل، یوسی کوهن قرار است در دیدار با مقام‌های آمریکا شواهد پنهانکاری و دروغگویی ایران در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش را در اختیار اعضای دولت بایدن قرار دهد و دولت آمریکا را از پیوستن به برجام منصرف کند. در همین زمینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز چهارشنبه در واکنش به احتمال احیای برجام گفته است توافقی که تهدیدی برای نابودی ما باشد ما را ملزم نخواهد کرد. در حالی که جنگ بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در آن سوی مرزها ادامه دارد، بسیاری در داخل کشور می‌پرسند آیا اصولاً نیازی به پرداخت این همه هزینه بر سر این برنامه بود، در حالی که مردم با انواع فشارهای اقتصادی دست به گریبان شده اند. روز گذشته علی دایی فوتبالیست مشهور با خشم و اندوه از این گفت که ایستادن در صف مرغ و توصیه کردن مردم به نخوردن در شأن ملت ایران نیست. مگه میشه مملکتی به این عظمت با این مردمان تو صف مرغ باشن؟ اصلا خنده داره. توی دنیا کیز نکردم، اسمس میاد نمیدونم مرغ ارزون شد، اسمس میاد مرغ گرون شد. اصلا مگه باید این اتفاقات تو ایران بیفته؟ صف واسه مرغ یخ زده. میگم خیلی چیزاست که آدم میمونه دیگه. من خودم میگم غیر قابل باور، غیر قابل هضم واسه من این اتفاقاتی که داره میفته. مگه میشه مردم ما تو صف مرغ باشن؟ به نظر من این کارا اصلا تو شأن مردم ما نیست و حتما باید هرچه سریعتر این موارد اصلاح بشه تو مملکت ما. هرچه سریعتر باید کسایی که دستی به آتش دارن، کسایی که مسئولن، این موارد رو باید هرچی سریع‌تر حل بکنن. گناه دارن آقا مردم. اصلا ببینیم گناه دارن کیه؟ ببخشید من میخوام حق طبیعی مردمه. اصلا خنده داره برنامه تشکیل میدن میگن نخورین. ببینیم خنده داره اینا. کارشناس میارن میگن مردم نخورن. حالا برنج نخورید، خورش نخورید. مگه میشه ببخشید؟ اصلا یعنی چی؟ این حرفتون یعنی توهین به یه ملته. متاسفانه اجازه میدن و تو
پشت داستی ما چنین چیزایی پخش میشه. مثلا من نمیدونم اینا رو کی دعوت میکنه، چجوری میارن، نخورین مگه میشه؟ مردم نخورن خودتون بخرین بخورین، همه چی واسه مردم حرومه. اگه قرار باشه نخوریم همه باید نخوریم، بله. اگه قرار باشه بخوریم همه باید بخوریم، به غیر این چیز دیگه معنا نداره. این هم نمایی از صفحای مرغ است که مردم با شرم روی از فیلم بردار برمیگردن. عرض کنم که امیدوارم که ملت به یک وجدان عمومی برسه، واقعا یه نه محکم، یک نه بزرگی آخوندهای جنایت کار بدن برای رای گیری که اینا برن گورشون رو گم کنن. بابا آخه مگه میشه اینجوری؟ یه آهنگ بشنویم، برنامه رو یواشهاش به پایان میبریم. ببخشید که یه مقداری اخلال به وجود اومد. دماوند رو به دوستان معرفی کنین، تقاضای همکاری رو داریم. هست خانم سمیرا هم تشکر فراوان که همراهی خوب دارن میکنن. ممنونیم از دوستان دیگه. آی وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب، جهل و کفن فروشان، دیروز که میگفتی عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتون بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما. اکنون زمان پاسخ، اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است. تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است. ای خدا، ای بسیاری که خواهده، ای بسیاری که شیاری.